أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي وذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي سيدي وسيد الكونين أبا عبد الله الحسين نيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان ونيابة عن جميع خدمة الحسين عليه السلام صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وأختك الحوراء زينب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام على المهدي وعلى آبائه السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم
ان یجمع به الکلم و یلم به الشعاس. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهلک اعدائهم. اسعد الله ایامکم. عرض سلام و ادب و تبریک و تهنیت دارم خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. همطور که میدانید از کربلا بهشت روی زمین در خدمت همه شما هستیم و امیدوارم که این عید بر همگان شما مبارک و میمون باشد. انشاءالله بیاید سالهای آینده همچین شبی را خدمت امیر عوالم علی ابن ابی طالب در نجف اشرف باشیم، چرا که امشب خاصتاً زیارت حضرت مولا سفارش شده است و این از دقایق و عجایب و مسائل بسیار مهم است که چرا در شب بعثت رسول خدا زیارت امیر عوالم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه سفارش شده است. به حکم انفسنا، نفس پیامبر است امیر المؤمنین. کسی که زائر امیر المؤمن باشد قطعا زائر آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله هستش و امید من این هست، تمنای من این هست، دعای بنده این هست که انشالله بیاید ماه‌های رجب بسیار زیادی که شما کربلا و نجف زائر باشید آن هم از نزدیک. در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت که شب زیارت آقا سید الشهدا هم هست و امشب نور علی نور است، بساط مغفرت و رحمت را خدا همه جوره پهن کرده است و امیدوارم که همه ما از سر این سفره با برکت متنعم برخیزیم و عرضم به خدمت شما اسم خودمون را در تومار زوار آقا سید الشهدا و امیر المؤمنین ثبت و ضبط کنیم. هرچند در ابتدای برنامه بنده نیابت از امام زمان اولا و نیابت از همه خدمه آقا سید الشهدا و نوکران آقا ابی عبدالله علیه افضل الصلاه و السلام گرفتم و عرض ادب و سلام کردم خدمت سید الشهدا، ولی شما هم هر جای این کره خاکی که هستید دست ادب به سینه بگذارید. اگر مقدور است برای شما زیر آسمان بروید به سمت کربلای ابی عبدالله بیستید یا سمت قبله و عرض کنید سه مرتبه صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، اسم شما را حضرت سید الشهدا در تومار زوارشان در شب جمعه ثبت و ضبط میکنن قطعا و یقینا. ولی به هر حال مال هرچه عرضم به خدمت شما قرب بیشتر باشد، صفا بیشتر است، هرچه نزدیکتر باشیم عرضم به خدمت همه شما این که آن نورانیت بیشتر است و امید ما این است که انشالله از نزدیک هم زائر آقا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام باشیم. مناسب ایام و عید مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و علی آله باید در فضائل حضرت ختمی مرتبت سخن بگوییم و خلاف مروت است اگر غیر از فضائل حضرت ختمی مرتبت سخنی به زبان میاریم و میدانید مسلم است برای همه شما که مدح خاتم الانبیا از مدح آلش جدا نیست و فرموده است رسول خدا صلی الله علیه و آله که مرا از آلم جدا نکنید. انقدر دقت نظر داده است که حتی در صلواتی که سفارش شده است بر پیامبر و اهل بیتش بفرستیم فرموده است صلات بترا بر من نفرستید، ابتر نفرستید، دنبوریده نباشد. گفتن دنبوریده یعنی چه؟ فرمود یعنی آل من را ذکر نکنید. این صلوات صلوات دنبوریده است و اصلا ارزشی ندارد. آل را باید حتما قید کرد در صلوات و حتی فرمودن کلمه علا را هم اضافه نکنید و علا آل محمد. بلا فاصله بعد از نام مبارک حضرت ختمی مرتبت و آل او را هم باید به زبان جاری کنیم. قطعا این زبان هم از قلب نشأت میگیرد و حتما به عمل در جواره هم کشیده میشود. انشاءالله که این سه مراتب از مراتب کامل ایمان هستش. اگر هر کسی این سه مرتبه را حفظ کند مسلما صاحب ایمان و صاحب کمال در ایمان هستش. عربی بادیه نشین معذرت میخوام، عربی بادیه نشین به پیغمبر اکرم عرض کرد قیمت بهشت چیست؟ سوالی که برای همه ما ممکن است پیش بیاد. قیمت را، بهشت را به چه بهایی میدهند؟ فرمود لا اله الا الله یقولها العبد مخلصا. لا اله الا الله را بنده ای بگوید آن هم با اخلاص.
دو قید دارد، یکی این که عبد باشد، دو این که اخلاص داشته باشد. دقت ویژه بفرمایید در کلمات حضرات اهل بیت، لا اله الا الله یقولها العبد مخلصا، گفتن لا اله الا الله که خالصانه باشد از عبد. عرض کرد اخلاص آن چیست؟ لا اله الا الله گفتن با اخلاص یعنی چه؟ فرمود العمل به ما بعثت به، عمل به آن چیزی که من به آن مبعوث شده. در روایات دیگه در آیات علت بعثت رسول خدا را فرموده است، آنها را بیابیم، بخوانیم، بدانیم. عمل به اینها می شود اخلاص در لا اله الا الله. بسیار عجیب است و مهم است عمل به آن چیزی که رسول خدا فرموده است، اخلاص در لا اله الا الله است. خیلی نکته دقیقیه. و می دانید آن چیزی که مهمترین امر است در بعثت رسول خدا، اعلام ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه باشد. امشب وقتی زائران آقا سید الشهدا، زائران آقا امیرالمؤمنین گرد حرم امیرالمؤمنین میچرخند، کلمه بایعناک یا علی را سر میدهند، یعنی با تو بیعت میکنیم یا امیرالمؤمنین. بیعت با امیرالمؤمنین همان بیعت با رسول خدا صلی الله علیه و آله. و ادامه دادن العمل بما بعثت بهی و حب اهل بیتی و انه لمن اعظم حقها، حب و محبت اهل بیت من باعث اخلاص در لا اله الا الله است. الله اکبر. حب، محبت اهل بیت مرا کسی داشته باشد باعث اخلاص در لا اله الا الله است. بله، عمل کردن به آن چه به آن برانگیخته شده ام و دوستی اهل بیت من و دوستی ایشان از بزرگترین حق آن است. بزرگترین حقی که در لا اله الا الله هست، در اخلاص در لا اله الا الله هست، محبت حضرات اهل بیت است. کتابی که در خدمتش هستیم، القطره مرحوم مستنبت است، از امالی نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه. حدیث اول، روایت اولی که می آورد همین روایت هست که در این بار مؤلف محترم عرضم به خدمت شما حاشیه‌ای زده است که از حاشیه میگذریم به خاطر ضیق وقت و روایت بعدی رو خدمت شما عرض میکنم. روایت بسیار شیوا و مهم و قابل دقتی است. در کتاب عیون و اخبار رضا علیه افضل الصلاة و السلام از اباسلط هروی از حضرت رضا علیه السلام و آن حضرت از پدرانش علیهم السلام تا از امیر المؤمنین نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است. روایت از رسول خدا، سلسله آن حضرات اهل بیت است، از امیر المؤمنین و مولا هم از خاتم الانبیا. فرمود خداوند برتر از من کسی را نیافریده است. برتر از رسول خدا حضرت حق چیزی و کسی را خلق نکرده است و گرامی تر از من نزد او کسی نیست. حبیب الله است رسول خدا. ببینید عید مبعث چه بزرگواری است. اشرف مخلوقات است. بالاتر از او مخلوقی وجود ندارد. خداوند علی اعلی بالاتر از نور حضرت ختمی مرتبت و نور حضرت ولایت امیرالمؤمنین هیچ چیزی را خلق کرده است. این که میگویم هر دو را، چون این هر دو یک نور بودند، بعد در تشریفات عالم امکان دو شق شده اند و دو شخص شدند، والا در حقیقت یک نور بودند. روایات بسیاری در این زمینه داریم. دقت ویژه میدم. خدا لعنت کند کسانی که امیر عوالم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه را از خاتم الانبیا جدا کردند و این افتراق را گذاشتند. اینها اساس شک را در جامعه اسلامی پایه‌گذاری کردند، کسانی که مولا را از پیامبر جدا کردند. ما این گونه نیستیم الحمدلله. به لطف آقا سید الشهدا و سقایت آقا قمر بنی هاشم در معارف، ما این گونه نیستیم که بین رسول خدا صلی الله علیه و آله
و امیر عوالم فرقی بگذاریم. اصلا چنین نیست و حضرت مولا و حضرت ختمی مطلب یک نور واحد هستند. امیر المؤمنین فرمود عرض کردم یا رسول الله، از سوالهایی که جواب آن معلوم است بر حضرت مولا، ولی پرسیده می شود به جهات مختلف و مصالح گوناگون و علتهای متفاوته که راجع به سخن گفتیم. یکی از علتها این است که این گفت و شنود بماند و امروز دست ما محبین برسد و بخوانند و بدانند، فضیلت و معرفت پیدا کنند به حضرات اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. پرسیدم، مولا از خدمت رسول خدا میپرسد، عرض کردم یا رسول الله شما برتر هستید یا جبرئیل؟ خب جبرئیل در روایات و آیات که ببینید مخلوق اعظمی است، تعبیر شدید القوا کرده است به آن. کسی را که خدا بگوید شدید القوا، دیگه معلوم است در قوت و قدرت چگونه است. عرض کردم شما افضل و برترید یا جبرئیل؟ جواب را ببینید، فرمود یا علی، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکه المقربین. خداوند علی اعلی انبیاء مرسل خودش را بر ملائکه مقرب افضلیت بخشیده است، برتری داده است. انبیاء مرسل بر ملائکه مقرب قطعاً افضل هستند، قطعاً برتر هستند انبیاء مرسل از ملائکه، آن هم نه همه ملائکه بلکه از مقربین ملائکه. یعنی تأکیداً عرض میکنم همه ملائکه جای خود برترند، از مقربین ملائکه هم بالاترن انبیاء مرسل. روایت از امام رضاست، دقت کنید. و فضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، خدا انبیاءش را مرسلین را بر ملائکه مقرب افضلیت داد و مرا، من ختمی معاب را، من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را بر همه انبیا و مرسلینش افضلیت داد. آنها از ملائکه مقربین بالاترن، من از آنها بالاترم. والمرسلین والفضل بعدی، دقت ویژه کنید، والفضل بعدی و این فضیلت بعد از من، والفضل بعدی لک یا علی، این فضیلت بعد از من برای تو است یا علی. این بعد از من بعد رتبه ایست، حالا بماند تا بحثش یه وقت جای خودش باز کنیم که این بعدیت، بعدیت زمانی یا مکانی اینها نیست، بماند سر جای خودش. میان برنامه رو ببینیم و شاد شویم به عید مبعث حضرت ختمی معاب. بخوان به نام خدایت که آفرید بشر، تنین فکن ندانیم شب به کوه و کمر، سکوت بود و شبی وهمگون و مکه به خواب، هراستاده چنان قامت نیاز بشر. درون غار حرا خلوت شکفتن راز، به روی بستر اندیشه داشت مردی سر. پیغمبر تو خواه تو کار سر و زانو فکر میکنه، تفکر میکنه، که ناگهان ز پس چشمهای بسته او دمید تابش نوری به چشم آن سرور. سرش پایینه، چشمها بسته، تفکر در اون چه که خودش میدونه، کسی نمیدونه آقا به چی فکر میکردن، در چی غرق بودن. دیدن محیط غار روشن شد به نوری، هراسناک ز جا جست و نک برابر او، درخششی ز تجلی به تجلی ز نور روشن تر. دیده توده نوری به سان رشده کلافی زهر، تا دل غار کشیده بود مگر روح روشنایی بر، ندا رسید محمد تو کیستی؟
صاحب صدا پیغمبر رو صدا کرد، پیغمبر جواب داد. ندارسی محمد تو کیستی؟ جبریل. بخوان بخوان به لرزه در افتاد مرد را پیکر. وحی داره میاد برای اولین بار. بدن رسول الله شروع کرد به لرزیدن. برون جهید از آن غار، دشت و شب آرام، در آسمان نبه جز جلوه مه و اختر. ندا و نور برو بردمید بار دگر. بخوان بخوان نتوانم، ندای وحی و محمد به یک صدا خوندن. هم صدا شد. ندای وحی و پیامبر به یک صدا خوندن. دوباره خوان محمد که تا شود از بر. فرشته بود عیان هر کجا که می نگریست. به دین ندا که محمد توی پیام آورد. صلی الله علیک یا رسول الله و علی آل بیتک طیبین طاهرین. ارزم به خدمت شما این ایام را عادت بدهید، زبانهایتان را به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله سلام علیه مجمعین. ذکر کثیر از صلوات خاصیت تمام اذکار را دارد. این باشد برای اهل دقت و اهل ذکر. صلوات خاصیت تمام اذکار را دارد. کسی که مداومت بر صلوات داشته باشد، ابواب بسیار زیادی برای او باز می شود، باطنن و ظاهرن، هم مادی و هم معنوی. پس لذا سعی کنید که زبانتان از صلوات نایستد هیچگاه. امیرالمؤمنین مخاطب آقا رسول خدا هستند و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که این فضل بعد از من برای تو است و برای ائمه از ولد تو، فرزندان تو. ول ائمه تو من بعدک و ان الملائکه لخدامنا. دقت ویژه کنید، این هم عیدی باشد برای همه شما، معرفت به این مسئله، دانستن این مسئله. ملائکه‌ای که شما یا علی پرسیدی از من که جبرئیل افضل است یا شما، گفتم خداوند علی اعلی مرسلین را، انبیاء مرسل را بر ملائکه افضلیت بخشیده است و مرا بر انبیاء مرسلین افضلیت داده است و این فضیلت برای تو و ائمه بعد تو هستش. ادامه داد خاتم الانبیاء، و این که ملائکه خادم ما هستند، نه فقط خادم ما و خدام و محبینا. هر کس که ما را دوست داشته باشد، ملائکه به او خدمت می کنند. الله اکبر. هر کس ما را دوست داشته باشد، ملائکه به او خدمت می کنند. یک نکته بگویم که از مطالب اخلاقی هم گفته باشیم. در ایامی که منسوب است به حضرتی که فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تام و تمام کنم، آن بزرگوار عرضم به خدمت شما می فرماید که ملائکه خود دامند برای محبین ما. بله قطعا اطراف همه ما ملائکه هست. در روایات فرموده است که عدد ملائکه بسیار زیاد است. خداوند علی اعلی خلقی بالاتر از ذره تعداد، بالاتر از ملائکه ندارد. یعنی بیشترین تعداد مخلوقات حضرت حق را ملائکه گرفتند. ما بین سماوات و ارضین پر است از ملائکه. حتی در روایتی فرمود که جای خالی یافت نمی شود. به عدد تراب دارد، به اندازه عدد خاک، خیلی زیاد است. یه وقت رمل گفته می شود در روایت. رمل ماسه قابل شمردنه، به هر حال سخته ولی شمرده می شود. ولی خاک را دیگه به سختی اگر کسی بتواند ذرات خاک را بشمارد. حضرت فرمود به عدد تراب. این جمع ملائکه، این جمع ملائکه خادمان شیعیان و محبین ما را خدمت می کنند به شیعیان. یقینا هم خدا این گونه قرار داده است.
در اساس خلقتم چنین هست که ملائکه خدمت کنند به محبین و شیعیان حضرات اهل بیت. ولی نکته ای داریم، گاهی وقتها ما با افعالی که انجام می دهیم ملائکه را از گرد خود دور می کنیم. یعنی مدد غیبیه که باید برسد، آن عنایات غیبیه که از طریق ملائکه باید برای ما برسد دور می کنیم. با چه افعالی؟ بماند مرتکب شدن محرمات باعث می شود که ملائکه دور شوند. اعتنا نکردن به نجاست، نجس و پاکی را دقت نکردن، ملائکه از ما دور می شوند. و هر که ملائکه از او دور شوند قطعا و یقینا شیاطین به او نزدیک می شوند. حد وسط ندارد که یا ملائکه باشند یا هیچ کس نباشد، یا شیاطین، یا هیچ کس را ندارد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اگر ملائکه بروند بالعکس می شود، شیاطین می آید. پس دقت لازمه را داشته باشید. اگر کسی می خواهد از این امدادات غیبیه، از آن ملائکه، از مدد ملائکه، از یاری ملائکه استفاده کند، باید خودش هم در معرض قرار بدهد خود را با رعایات بعضی از امور. حالا دیگه نمیخوام مسائل را باز کنم، وارد شرعیات بشم. مسلماً اگر شرعیات را کسی انجام بدهد و مراقب مستحبات و مکروهات باشد، دور او را خیلی ملائکه میگیرند و اقلش این است که برای او استغفار میکنند. همان گونه برای شماها محبین آقا سید الشهدا که الان سلام دادید، عرض ادب کردید، خدمت ابی عبدالله زائر سید الشهدا شده اید، ملائکه برای شما استغفار نیکنند و طلب مغفرت. ای علی، فرشتگانی که عرش با عظمت الهی را بر دوش گرفتند، روایت مفصله، ان شاء الله برسیم همش رو بگم. فرشتگان حمله عرش که اینها خیلی عظمت دارند و راجعشون حرف زیاد شده در روایات، گرفتند و آنها که اطراف عرشند به حمد و ستایش پروردگار او را تسبیح میکنند و برای آنها که ایمان به ولایت ما اهل بیت آوردن از خدا آمرزش می طلبن. ملائکه حمله عرش، نه ملائکه معمولی. خب بعضی از ملائکه را خدا دارد، وظیفه آنها این است که قطره بارانی که از آسمان می چکد آن را بیاورن و سر جای معینی قرار بدهند. حالا تعبیرات مختلفی شده است از ملائکه، بحث علمیش بماند، مسلم معلومه خدا قرار داده است این ملکی که قطره باران را آورده است، اولین قطره باران را به زمین، هنوز نوبت او نشده از قطره بعدی را بیاورد. انقدر زیادن ملائکه اله، بعضی از آنها کارهای بسیار ساده‌ای دارند و برای همین خلق شدن. بعضی از ملائکه هم خیلی عظمت دارند، مقربین ملائکه هستند، بعضی حمله عرش هستند که اینها با عظمتن. خب مسلما اینها بالاتر از ملائکه معمولی هستند. حضرت ختمی مآب صلی الله علیه و آله می فرماید یا علی، آن حمله عرش که جزء کروبین مقربین ملائکه هستند، آنها استغفار می کنند برای شیعیان و محبین ما. یعنی همین که کسی متشیع باشد، همین که کسی محب باشد، همین کسی دل در گروی حضرات اهل بیت داشته باشد، استغفار ملائکه را خدا در نامه عمل او ثبت و ضبط می کند. رحمتا للعالمین، بالاتر از این سراغ دارید آیا؟ سراغ دارید که این گونه رحمت بر همه بفرسته؟ اون کسانی که در محبت حضرات اهل بیت نیستند، عرضم به خدمت شما ضرر کردند، ضرر کردن. خدا لعنت کند باز کسی که نگذاش همگان محب به حضرات اهل بیت باشند و شیعه امیر عوالم علی ابن ابی طالب. در خطبه حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیه در خطبه فدکیه اشاراتی به این مسئله شده است، در ایامش هم سخن گفته ایم و انشالله باز هم مطالبی را میگویم. یا علی، لولا نحنو، اگر ما نبودیم، دقت، لولا نحنو، ما خلق الله آدم، خدا آدم را خلق نمی کرد، ولا حوا ولا الجنه ولا النار، نه حوا خلق می شد، نه بهشت، نه جهنم، ولا السماء ولا الارض، نه آسمان و نه زمین. خب
اشاره این فقره روایت، این جمله روایت به این است که علت غایی خلقت حضرات محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین است. اساس خلقت را خدا قرار داده است بر این که علت غایی حضرات اهل بیت باشند. انبوه روایات و اشاره بعضی از آیات هم در آن حاکیست و گفته شده است. نکته ای که می دانید ولی اشاره کنم به خاطر این که دقت بیشتری پیدا کنیم در مسئله، این است که علت غایی تقدم ذهنی دارد ولی تأخر وقوعی دارد. این نکته را گفتن همه علما، هر چیزی برای وجودش به چهار علت محتاج است. علت مادی سوری است، عرضم به خدمت شما، فاعلی و علت غایی. علت غایی آن هدف است، آن غایت است. اگر کسی میخواهد چیزی را درست کند، دقت کنید، اگر کسی میخواهد چیزی را درست کند، اول هدف از درست کردن آن چیز به ذهن او میآید، سپس صورت آن، سپس ماده آن، سپس فاعل آن، تا اون غایت، اون هدف در انتها خودش را نشان دهد. علت غایی خلقت دنیا و مافیها، عوالم امکان، تماما حضرات اهل بیت عرضم به خدمت شما و خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله هستش، تقدم دارد، تقدم حقیقیه، ولی در وقوع آخر می آید. این از عظمت و جلالت و بزرگی حضرت ختمی معاب است. حالا اگر کسی سوال کرد که چرا حضرت ختمی مرتبت با این همه مقام و منزلت آخرین رسول است، خاتم انبیاس، علت را یافتید و یکی از جوابهاش را توانستیم بدانیم انشاءالله. چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که نسبت به معرفت پروردگار و تسبیح و تحلیل و تقدیس او از آنها پیشی گرفتیم؟ همه مخلوقات بعد از ما خلق شدند، ما پیشی گرفته ایم، مقدم بودیم بر همه در تسبیح الهی. وقتی ما در تسبیح و تحلیل و تمجید الهی، سبحان الله گفتن و منزه دانستن حضرت حق و توحید و لا اله الا الله گفتن این قبیل مقدم بر همه هستیم، خب مسلما افضل بر همه هم هستیم دیگه. نمی شود کسی افضل باشد و بعد بیاید، قطعا افضل است چون اول است. اولیت از دلایلی است که عرضم به خدمت شما افضلیت را می آورد در پیش. حالا آن خلقت نوریه که عرض کردم مقدم است بر این خلقت مادیه بماند، می دانید و معلوم شده است. ادامه روایت بسیار زیاد است، کار را می رساند و مطلب را حضرت ختمی معاب می رساند به اینجا که ما تسبیح گفتیم، ملائکه بعد از ما یاد گرفتن تسبیح بگوین، لا اله الا الله گفتیم، تحلیل گفتیم، ملائکه پس از ما آموختن که لا اله الا الله بگوین. و یک نقطه بسیار ظریفی را در این روایت، از این قبیل روایات زیاده ولی در این روایت یک نقطه بسیار ظریفی را اشاره کرده است که دلم میخواست راجع بهش امروز سخن بگویم ولی چون وقت ما نمیرسد اصلا بازش نمی کنم. شاید در مقام دیگری یا روز و مناسبت دیگری اشاره کردم که چگونه شد که ملائکه تحلیل را یاد گرفتن، چگونه شد و علت را در این روایت حضرت ختمی مرتبت چه بیان می کند. امیدوارم که کتاب القطره را تهیه کرده باشید و این روایت را مطالعه کنید، خودتان بیابید عرایزی را که خدمت شما عرض کردم. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. باز هم تبریک عید دارم خدمت همه شما و امیدوارم که سالیان سال شب عید مبعث در خدمت امیر عوالم علی ابن ابی طالب در زیارت حضرت مولا و زیارت حضرت ابوالحسن رضا علی ابن مصر رضا باشید که ایام زیارت حضرت ابوالحسن رضا هم هست. هر که مشهد هست به ما دعا کند، ما هم اینجا را آگوی همه زوار هستیم ان شاء الله. شب جمعه و رحمت گذشتگان رو فراموش نکنید، به ما هم دعا کنید، مریضا را فراموش نکنید، دعا کنید، حمد شفایی بخوانید، برای فرج هم خیلی دعا کنید. اوضاع سخت است. هدیه محضر ابوالحسن رضا هر جا هستید صلوات ختم کنید. یا علی، خدا نگهدار.
زمین کربلا تاجی شکستم، جوانان یک به یک بردی زدستم. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا ماهی لبازی عجب کردی و تو مهمان نوازی. زمین کربلا ماهی لبازی عجب کردی و تو مهمان نوازی.